ولی عهد اصلاح طلب یا قاتلی بیرحم در رأس ماشین سرکوب سلطنت محافظه‌کار، مرگ جمال خاشقچی چه پیامدی برای محمد بن سلمان دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. رسوایی قتل یک روزنامه‌نگار منتقد عربستانی به روشی بی سابقه و به شکلی تکان دهنده وجهه جوانی را زیر سوال برده که بسیاری او را قهرمان اصلاحات در یک نظام سلطنتی محافظه‌کار می‌دانستند. چرا نگاه‌های سرشار از تحسین جهانی به ولیعهدی ظاهراً خوشفکر جای خود را به شک و سرزنش داده، تا جایی که او را شاهزاده خودسر هم توصیف کردند؟ با این وضع چه سرنوشتی در انتظار اوست و تکلیف اصلاحات در عربستان چه می‌شود؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم با میهمانان برنامه: علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار از استکهلم، و اینجا در استودیو علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب. خوش آمد میگم به همه میهمانان برنامه. آقای نوریزاده، شما همه این حرف ها رو یک سناریوی ناشیانه علیه عربستان توصیف میکردید، الان چی فکر میکنید؟ البته با درود به شما، به جناب صدرزاده، خانم روستایی و بینندگانتون، من هیچ وقت سناریو نمیگفتم. برای من باور کردنی نبود. ببینید، رژیم هایی هستن که مشخصه هایی دارن خیلی روشن. رژیم سوریه مخالفاش در بیرون کشت، دزدید. رژیم عراق این کارو کرد، جمهوری اسلامی این کارو کرد. سعودی ها با هر خشونت و استبداد و دیکتاتوری که دارن، جزو رسومشون رو بودن و کشتن نبود. یه موردم ناصر سعید که در دهه 60 هست، اونم فلسطینی ها این کار کردن. بنابراین هیچ وقت اینا رسمشون نبود. کار راحتی بلدن، میخرن مخالف ها رو. برای نمونه بعد از اشغال کویت، گروهی به نام منظمت الثور الاسلامی فی الجزیره العربی، سازمان آزادی بخش جزیره العرب، که شیخ حسن صفار، همه اینا طرفداران آیت الله خمینی، میخواستن براندازن آل سعود رو. با یه پادرمیانی ساده‌ای که مرحوم جعفر رائس سفیر اسبق ایران در سعودی کرد، اینا برگشتن. امرو آقای صفار رئیس العلمای شیعه است، بقیه هم یعنی میخرن. کارشون کشتن نیست. این خطای بزرگ، من همش تصورم این بود آیا واقعا سعودی ها به این درجه از بلاهت رسیدن که در کنسولگریشون این کارو بکنن؟ بعد خب داستان بیرون اومد، تفاصیلش و بیشتر از این ماجرا فهمیدیم. ولی من در جمال دوست من بود و با هم بسیار سفرها رفته بودیم، جلسات. جمال هم آدمی نبود که علیه سعودیا بره، یعنی جمال جز خاندان بود، مشاور امیر ترکی بود، هم در لندن هم در آمریکا. بعد سر ماجراهای این جوان یه خود عصبانی شد، هم با ولید بن طلال خیلی دوست بود، خواست تلویزیون بزنه، همه اینا. ولی کم بیش اینها رو میدونیم. شما گفتین که اهل رو بودن نیستن سعودی ها، ولی خب ما میدونیم چند تا از شاهزاده ها رو بوده شدن: سلطان بن ترکی، ترکی بن بندر، سعود بن سیف، همین خالد بن فرهان که یک شاهزاده دیگه است. این شاهزاده ها دارید؟ بله، شاهزاده اینها از خاندان. ببینید، شما دارید مخالفا رو دارید میگید. شاهزاده ها اینا در اون چیزی که هستن تازه رو بودن هم نمی کنن. باز پول بهشون میدن، میخرنشون، میرن باهاشون، حالا ممکنه به زورم ببرنشون ولی بعد میخرنشون. ببینید، این خاندان نمیخوان از خودشون کسی علیهشون باشه. در زمان عبدالناصر، همین امیر طلال که پسرش ولیده، رفت در مصر عمرای آزاد رو درست کرد، مشهور بود به اسم به شاهزاده سرخ. بله، شاهزاده سرخ، به نام عمرای آزاد. خیلی سعودی ها ناراحت بودن سر اون ماجرات. اون ملک سعود حکومتش رو از دست داد که فیصل در واقع علیش کودتای سفید کرد. با خودشون آره، ولی مخالفا رو برن یه جا بگیرن، تو سفارت ببرن، بدوزن، بکشن، این کارو نکرده بودن که حالا این کارم کردن. یعنی در واقع شما وقتی ارزیابی حکومتی رو میکنید، روی سوابقش میکنید، رو گذشتش، آیا اینا این کاره بودن. ضمن اینکه سلمان خودش، اینطور که من و هم یکی دو روز شنیدم، توی این ماجرا نبوده خود سلمان. خود سلمان، من راجع به خودش میگم، پدره
چون مریض دائم خوابه، یعنی بیشتر در امور دخالت نمیکنه. او نبوده. صحیح. تا چه حد محمد بوده که حالا بهش میرسیم در. بسیار خب، اجازه بده که من همین سوال رو از خانم روستایی بپرسم. خانم روستایی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که سابقه نداشته و ممکنه که رأس هرم قدرت چندان اطلاعی نداشته باشه؟ خیلی بعید به نظر میرسه. من فکر میکنم این اتفاق رو در چارچوب روانشناسی یک جوان ماجراجویی که در واقع تمام قدرت در عربستان سعودی رو در دستش هست و در واقع فقط پادشاه نیست اما همه کاره هست، اگر در چارچوب روانشناسی این شخص موضوع رو ارزیابی کنید بعد می‌بینید کاملا توجیه میشه. ببینید سعودی ها برخلاف اینکه الان در هر حال در جبهه مقابل و علیه ایران هستند و خیلی افراطی عمل میکنن، اما در این حال معمولا منطقی بودن، تلاش میکردن خیلی تون و افراطی برخورد نکنن، یک تعادلی رو به عنوان به اصطلاح امیر جهان اسلام یا در واقع امرای حرمین شریفین همیشه رعایت میکردن. اما این پرنس جدید یا این ولیعهد جدید که اومد، از همون اول که اومد شمشیرش رو علیه همه از رو بست، هم علیه کسانی که اون 70 نفری از نمیدونم از عمرا و پرنس ها که در اون هتل زندانی کرد، هم بیانیه های خیلی تندی که علیه ایران مداوم در واقع منتشر میکرد و هم از طریق همون وزیر خارجه بسیار تند و افراطی که داره و ادبیات زننده ای داره. اینها این مجموعه رو که نگاه کنید شما میبینید که این که با اره برقی کشتن یک مخالف یا یک روزنامه‌نگار در یک کنسولگری هم تقریبا توجیه پذیره، این اتفاق میفته. اما در مجموع اگر من بخوام خیلی کلی موضوع رو مورد ارزیابی قرار بدم، من اعتقاد دارم که سعودی‌ها در تور ترک ها افتادن. ترک ها یه خورده حساب های بسیار جدی با سعودی ها داشتن به عنوان باقی مانده امپراتوری عثمانی، یعنی مالک های قبلی حرمین شریفین علیه مالکان جدید یا امرای جدید حرمین شریفین، جبهه ترکی علیه جبهه عربی، اینها خورده حساب‌هایی بود اینا داشتن و بحث پرستیژی ترک ها و اردوغان علیه دربار و سعودی ها و عرب این موضوعی بود که این شکل و شمایل رو تولید کرد و به نظر هم میرسه که اردوغان و ترک ها بردن تا کنون. آقای صدرزاده، این روزها عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان به استهزاء گرفته میشه، چرا اینقدر ناشیانه این کار انجام شد؟ حالا پاسخی برای این سوال ندارم، کسی هم پاسخی برای این سوال نداره. شاید همطور که خانم روستایی گفت بشه در درون روان آقای بن سلمان جستجو کرد که چرا چنین کاری رو میکنه، با توجه به اینکه میدونه مثلا فرض کنید کنسولگری عربستان در استانبول توسط خیلی ها کنترل میشه، جمله خودشون، از جمله دوربین های خودشون، دوربین های ترکیه، و اینکه 15 نفر رو از قبل وارد میکنن و این 15 نفر هم افراد شناخته شده ای هستن، ادعی هستن که با آقای بن سلمان در مسافرت های خارجی شرکت کردن و اغلبشون از نزدیکان بسیار نزدیک آقای بن سلمان هستن، مثل تختان، مثل مطرب و غیره. اینا کسانی هستن که جزء گارد محافظ آقای بن سلمان هستن. این 15 نفر رو سوار دو تا هواپیما میکنن و چند ساعت قبل از ورود خاشقجی به کنسولگری اونها به اونجا میرن و بعد اون داستان این که یه دوبله میسازن، یه نفر لباسای خاشقجی رو میپوشه و میفرستن، خیلی ناشیانه عمل کردن. اینو چندین بار حتی ترامپ اظهار کرد که خیلی 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 ناشیانه عمل کردن. چرا این کارو کردن واقعا نمیدونم. برای همه هم سوالی هست که چرا فکر میکنن، حالا بعضی ها حتما، واقعیت این که ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده دقیق در اون ساعت در اونجا. ظاهرا ترک ها یک ویدیو دارن، یک فایلی دارن و رئیس CIA هم که پریروز در ترکیه بوده گویا اینها رو دادن به رئیس CIA. و اینکه دیشب آقای ترامپ به طور مستقیم آقای بن سلمان رو مسئول این داستان دونست در یک مصاحبه با وال استریت جورنال، فکر میکنم این حدس من است، ممکن است غلط باشه، ولی فکر میکنم ناشی از این بوده که این مستندات هم به دست آقای ترامپ رسیده و میدونه که آقای بن سلمان به هر حال محمد بن سلمان به طریقی وارده. ولی اینکه چرا این کار رو کردن معلوم نیست. بعضی ها حدس میزنن که میخواستن ایشون رو بربایند و به همین علت هم موفق نشدن در جریان ربایش. گویا اصلا در زمانی که ایشون رو میخواستن بهش یه چیزی ترضیح کنن و بیهوش کنن و برو باین، یک رابطه اسکایپی هم وجود داشته بین کنسولگری و
دفتر آقای بن سلمان و گویا این رابطه اسکایپی هم ترک ها بهش دست دارن. ولی همطور که خانم روستایی گفتن، ترک ها بسیار بسیار عاقلانه و خیلی مدبرانه عمل کردن در اداره این مسئله. یعنی خود دولت اردوغان و وزارت امور خارجه اصلا هیچ چیزی رو نپذیرفت. اخبار ذره ذره توسط روزنامه هایی که به آکاپه نزدیک بودن بیرون اومدن و طوری بودن که اصلا کسی نمیتونست بگه غلطه. و از طرف دیگه پشت این داستان ما دو تا روزنامه بسیار متنفس جهانی داریم، یکی واشنگتن پست، یکی نیویورک تایمز. و این واشنگتن پست و نیویورک تایمز روزنامه‌ای هستن که یک روزی در جریان واترگیت رئیس جمهور ساقط کردن. به همین علت آقای بن سلمان نه تنها با مسئله خاشقجی روبرو بود، بلکه مسائل ارتباط جمعی بسیار قوی. آقای نوری‌زاده، هم خانم روستایی و هم آقای صدرزاده به نقش ترکیه اشاره کردند و اینکه ممکنه ترکیه توری پهن کرده باشه، دامی گذاشته باشه. شما هم به نقش ترکیه قبلا اشاره کردید در یکی از گفتگوهای خودتون، ولی بیشتر فکر میکردید که این تور یا این دام رو برای آقای خاشقچی پهن کردن ترک ها. ببینید، نه، من اینجوری فکر میکردم، تصور من این بود. با بررسی گذشته خانم خدیجه جنگیز، ارتباطش با قطر، 3 سالی که کارآموزی کرده بود و آشناییش و منتشر شدن عکسایی از او در دوحه و همینطور ارتباطش با اخوان مسلمین، مثلا تصویری که با پسر یکی از رهبران اخوان مسلمین مصر داشت، در اینا ایجاد یک شبهه کرد که در اینجا قطر و ترکیه یه تله پهن کردن. استفاده ای که الجزیره از این ماجرا کرد، یعنی از اون ساعت اول من هر لحظه 2-3 تا کانال رو با هم میدیدم. الجزیره اصلا، یعنی چنین حادثه ای در جهان انگار کم نظیره. این همه آقای مثلا جمال خاشقچی از نظر مرتبه روزنامه نگاری مرتبه بسیار بالایی بود، شخصیت معروفی بود، ولی این شخصیت در ترکیه حداقل آنچنان اشتهاری نداشت. اون بازی که ترک ها کردن، منم با دوستانم موافقم که آقای اردوغان بسیار بهره برداری مهمی کرد با عربستان، به خاطر اینکه ایشون به کمک قطر رفت، 1000 تن نیرو فرستاد برای اینکه جلوی یک کودتا احتمالی رو بگیره. رابطه نه چندان تیره نبود، ولی نه چندان دوستان. الان ایشون یه دین بزرگی بر گردن ملک سلمان گذاشت و همینطور پسرش، دیروز با پسرش صحبت کرد با ولیعت، و در سخنرانی روز سه‌شنبه‌ش هم بازی بسیار قشنگی با کلمات کرد، در رو باز گذاشت، هنوز داره میاد، ولی در این حال چیزی هم نگفت. و میتواند ترکیه از این بهره برداری کنه. چون ببینید، نقشی که سعودی ها پیدا کردن بعد از ترامپ، رفتن رهبران 42 کشور به ریاض و همه در اونجا جمع شدن، عملا نقش ترکیه رو بیرنگ کرد. الان دوباره ترکیه میتونه با لطمه ای که حیثیت سعودی خورد، ترکیه جایگاه خودش رو پیدا کنه. تو گفت عثمانی های جدید میآیند و البته هیچ وقت نمیتونه خادم حرمین بشه، ولی میتونه نفوذش رو در جهان اسلام بالا ببره. خانم روستایی، لطمه، اینجا کلمه لطمه اشاره شد. بدون شک تا همینجا هم خیلی به محمد بن سلمان لطمه خورده. این لطمه تا چه اندازه ممکنه که دست او رو ببنده، تا چه اندازه ممکنه که آینده سیاسی او رو در عربستان سعودی تهدید بکنه؟ بی‌تردید این اتفاق مهمترین حادثه تاریخی کل حیات سیاسی محمد بن سلمان، این آقای شاهزاده جوانه. تردید نکنید که از این مهمتر محال اتفاقی در تاریخ زندگی سیاسی ایشون بیفته. در نتیجه نمیشه گفت که در واقع عواقبش دامن ایشون رو نخواهد گرفت. البته ایشون خیلی آوانگارده، خیلی شجاعه، ارتباطات زیادی داره و معلومه که در واقع ایشون هست که عربستان رو اداره میکنه و پدرش یا در واقع اون پادشاه اولا کار خاصی رو انجام نمیده. سوابق دربار عربستان سعودی نشون میده که اینها با هم دیگه بسیار درگیرن، یک چالش و یک چالنجی مدام بین شاهزاده ها وجود داره. ایشون در واقع شاهزاده ای نیست که یک بار معرفی بشه، شاهزاده ایه که یک شاهزاده ای رو خلع کردن، عزل کردن و ایشون رو گذاشتن و توی نرم دربارها این اتفاق در واقع میشه گفت که یک تنشهایی هست که منجر این تنشها رو نمیشه ندیده گرفت. من فکر میکنم که احتمالا از این به بعد هم تنشها و درگیری های داخلی دربار سعودی رشد خواهد کرد، هم مخالفان
خود شخص آقای محمد بن سلمان هم در جناح اصلاح طلبان و هم در جریان در جبهه اسلامگرایان فرصت‌های بیشتری خواهند داشت. میدونید که آقای جمال قاشقچی بسیار نزدیک بود به طیف اسلامگرایان، در هر حالشون فوکولی کرواتی و نویسنده واشنگتن پست بود، اما سوابقشون نشون میده که این ارتباطات بسیار نزدیک ما با اخوان داره و با اسلامیستا داره. در واقع در دایره قدرت بین دو بلوک قدرت در عربستان سعودی که در واقع اصلاح طلبان هستن و در واقع دربار و اونهایی که مرتبا آمریکا میرن میاد، و در بلوک اسلامگراها که یک سرشون مثلا با اخوان هست و با بعضی از شبکه‌های امنیتی و القاعده و اینها، این دوتا بلوک رو بعد از این حادثه اگر مورد ارزیابی قرار بدید، شما متوجه میشید که اسلامگراها هم از این به بعد علیه محمد بن سلمان خواهد بود. اخباری هست مبنی بر این که حفاظت امنیتی ازشون بسیار زیاده و بعد از این باید منتظر بود و دید که آیا واقعا ایشون پادشاه خواهند شد یا اگر پادشاه خواهند شد این چقدر طول خواهد کشید. آقای سرزاده، خانم روستایی به مشکلاتی که در درون سیستم وجود داره و جنگ قدرتی که احتمالاً بعد از اون محمد بن سلمان بر سر قدرت اومده اشاره کردند. هم محافظه‌کاران مذهبی مخالفان محمد بن سلمان هستند، هم گروهی از درباریانی که از قدرت رانده شدند. ارزیابی شما از موقعیت محمد بن سلمان الان در دربار سعودی چیه؟ من فکر کنم متزلزل‌تر از گذشته شده. یعنی این اتفاقی که در سیاست خارجی افتاده بعضی از ناظرین با 11 سپتامبر مقایسه میکنن، میگن که هیچگاه روابط خارجی عربستان سعودی با دنیای غرب به بدی امروز نبوده بعد از 11 سپتامبر. و فکر میکنم آقای بن سلمان هم بیش از گذشته با آقای ترامپ وابسته خواهد بود، چون به هر حال آقای ترامپ ازش میخواد که این از این روش ها دست برداره یا لااقل کاری نکنه که بیش از این حد آبروی آقای ترامپ هم ببره، چون ترامپ به هر حال متحد واقعیش هست. یکی اینه، دوم این که مهمتر این که با ترکیه یک رابطه بسیار عجیبی برقرار خواهد شد. اگر تا به حال چنین بود که ترکیه کم یا بیش در جناح مخالف عربستان سعودی بود و یه وقتی بن سلمان گفته بود که ترکیه حتی مثلث شیطانی هست، امروز آقای بن سلمان بایستی خیلی آرام آرام با ترکیه کنار بیاد و سعی کنه که حتی مشکلاتش رو هم با قطر حل بکنه. بنابراین باید ببینیم که چطور الان در این شرایطی که به وجود آمده عمل خواهد کرد. در درون خود عربستان مسئله به صورت دیگری است. آقای بن سلمان در درون عربستان عملا کودتا کرده، یعنی عرفی رو که از زمان ایجاد عربستان سعودی، تشکیل این دولت در عربستان سعودی از 88 سال قبل این طرف مرسوم بوده، اینو به هم زده. نحوه جانشینی یعنی تشکیل یعنی نامیدن و یا نامگذاری شاهزاده یا ولیعهد رو از بین برده و گفته من هستم و پس از اینم پسران من شاه هستند، و این ناراحتی چند صد شاهزاده متمول رو به وجود آورده. الان خبرهایی هست که آقای محمد بن نایف که قرار بوده اون ولیعهد واقعی بوده، الان چون به دیابت هست، بیماری دیابت داره، قرصش ازش گرفتن، در یک خانه در جده تحت حصن هست و سایر شاهزادگانی که زمانی در اون هتل معروف بودن. بنابراین من فکر میکنم که این به اصطلاح آبروریزی که در سیاست خارجی به وجود اومده به شاهزادگان هم یک ناراحت دست بن سلمان هم یک قوت دلی میده که علیهش اقداماتی بکنن، ولی این آینده باید ثابت بکنه. این چیزی که در مورد ولیعهد قبلی گفتید البته در بعضی از رسانه‌ها مطرح شده، ولی ما هنوز در اون باره مطمئن نیستیم. آقای نوروزاده، اول تا چه اندازه از نظر شما جایگاه محمد بن سلمان در معرض تهدید قرار گرفته، و بعدم اگر چنین باشه چه گزینه‌هایی در دربار سعودی هست؟ ببینید، این سوالی بود که من از یه شخصیت سعودی کردم، خیلی مهم بود برام. اولا همونطور که آقای سرزاده گفت، آقای محمد بن سلمان نتیجه یک توافقی است که در شورای بیعت منهای سه شاهزاده صورت گرفت، مبنا بر این که سلطنت از فرزندان عبدالعزیز به نوادگان منتقل بشه. این یه توافق شد. در زمان ملک عبدالله ترتیبی برای این کار داده بود، امیر مقرن بود، بعد محمد بن نایف، یعنی ولی ولیعهد گذاشته بود. الانم مقرن همون اول رفت کنار، دید مرد این بازی نیست.
سلمان هم مصمم بود اینو خودش دید مرد این بازی نیست، نیست. رفت کنار یا در تنش ها و در جنگ قدرت رفت کنار. یک معامله پشت پرده کردن ایشون رفت کنار، ولی محمد بن نایف کنار رفتنی نبود. نوع کنار گذاشتنش دقیقاً یک کودتا بود. نیمه شب ماه رمضان صداش کردن قبل از سحری و بردنش تو اتاق و جلوش گذاشتن استعفا رو و بعد بهش مسائلی رو گفتن که اگر نکنی اینجوری خواهد شد. به هر حال اون یک کودتا و محمد بن نایف بسیار محبوب بود برخلاف پدرش به خاطر موفقیت در مبارزه با داعش و تروریسم. حالا این آقا اومد با اقداماتی کرد ناگهان فضا رو عوض کرد. یعنی مردم با جوونا حرف میزدی تعریف میکردن ازش، زن پشت ماشین نشست، پسر و دختر کنسرت رفتن، اینا اصلا در سعودی بی سابقه بود. این اقدام طبیعتاً بهش ضربه زد، اما در کجا ضربه زده؟ در خارج، در نیویورک تایمز. باید در داخل دید چه وضعی داره. با مردم که صحبت میکنی میگه اگه این بره دوباره آخوندا میان، دوباره بساط گذشته برقرار میشه، دوباره راننده میاد سریلانکایی جای بنده رو میگیره پشت ماشین. یعنی با مردم که حرف میزنی چه؟ البته اینو باید جمع و جور کنه. آقای نوری‌زاده نظام سعودی خیلی بسته است. چطور واقعا میشه گفت که مردم عادی همه نظرشون نه 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 همه شما کافی یا حتی میشه مثلا یک نظرسنجی ساده برگزار کرد؟ من فکر نمی کنم میگم. من دارم آدمایی رو که میشناسم میگم باشون حرف. من اصلا نمیگم اینو همه مردم میگن، میگم به طور عادی آدم صحبت میکنه، مردم از این تحولی که ایجاد شد خوشحال بودن، کاری نداشتن. این حالا رو سر مقرن و محمد بن نایف اومده، مهم براشون این بود که دست دوست دخترشو میتونش بگیره بره استادیوم یا بره کنسرت تماشا بکنه. برای آدمای جوونا این مهم. حالا اتفاقی که افتاد، دیروز ایشون یه سخنرانی کرد، در کنار سعد حریری نشسته بود و گفت تا زمانی که سلمان پادشاهه و من ولیعهدم و اردوغان نخست رئیس جمهوره، هیچ کس نمیتونه رابطه ما رو به هم بزن. یعنی انگشت گذاشت روی نقطه حساس که آقای سرزاده بود، مسئله رابطه با ترکیه. یه نوع اطمینان خاطر به اردوغان داد. حالا مسئلهش با امریکا چجوری حل میشه؟ دیدگاه آقای روحانی و دوستانشون اینه که آمریکا بحران 2019 رو در پیش داره، میخواد پولای عربستان رو بگیره. اون یه دیدگاهیه که از نگاه خودشون فکر میکنن. یه مقدارم فکر کردن شاید با عربستان بتونن با هم تفاهمی کنن که نتونه ترامپ 4 نوامبر به اصطلاح تحریم ها رو عملی کنه. صحیح. الان جمهوری اسلامی هنوز نمیدونه چه اتفاقی آقای صدزاده ممكن. ما بعد خارجی این قضایا رو بررسی میکنیم. آقای صدزاده اشاره خیلی مختصری کردن. منتها آقای نوری‌زاده چون رابطه خوب شما با عربستان سعودی دارید، با شخصیت‌های مختلفشون نشست و برخاست داشتید، من رابطه با همه جهان عرب دارم. می‌خواستم از شما بپرسم که اگر محمد بن سلمان جایگاه خودش رو در معرض تهدید ببینه، اگر چنین حالتی باشه، این بدون دردسر انجام میشه؟ یعنی یک چند تا گزینه دیگه هستن که اونها بیان جایشون رو بگیرن، یا اینکه انتظار میره یک کودتای دیگه‌ای که شما بهش اشاره کردید رخ بده؟ ببینید مهمترین خطری که اینا رو تهدید میکرد گارد ملی بود که وزیرش امیر متعب فرزند ملک عبدالله بود، او رو هم کنار زدن و مدتی هم در اون هتل بود. گارد ملی رو در اختیار گرفتن، گارد ملی که ملک عبدالله از پایه درستش کرد. خطری به اون ارتش یا کودتا یا گارد ملی تهدید چون نمی کنه. شورای بیعت اگر بنشینه موفق بشه جلسه تشکیل بشه، الان امیر احمد که یکی از پسران عبدالعزیزه و حقا خودش رو وارث شاهی میدونه لندنه، در یه حالت تبعید خودخواسته. محمد بن نایف مریضه، من نمیدونم دواهاشو گرفتن یا نه، ولی خب اون کاری که نمیکنه، ولی مریضه. کسی که بتونه چلنج کنه اینو، یگانه کسی که این امکانو داشته ولید بن طلاله، به خاطر اون امپراتوری عظیم مالی و امکاناتی که در سعودی داره. ولید هم ظاهرا یه توافقی باش کرده و یه مقدار پولاشو داده، آسوده شده. گمان نمی‌کنم نه بندر بن سلطان در شرایطی که بتونه. پس شما گزینه قابل ذکری اینجا نمی‌بینید؟ این در درون خودشون، در درون خودشون فقط برادرش هست که از آمریکا خواستن سفیر بود خالد. میگویند برادره رو آماده می‌کنن. صحیح. اگر ماجرای این به یه جاهای خیلی بدی در سطح جهانی کشید، برادره رو بیارن ولیعهد کنن
مقدمه‌ای برای اینکه بتونن جایش خانم روستایی، آقای نوریزاده به حرفای اخیر محمد بن سلمان اشاره کردند که اگر سلمان پادشاه باشه من ولیعهد باشم و اردوغان هم رئیس جمهوری ترکیه، کسی نمیتونه رابطه ما رو مخدوش کنه. شما ارزیابی دیگه ای داشتید؟ فکر میکنید که اینها ظاهر امره؟ نه، من فکر میکنم ظاهر امره. یک جورهایی در هر حال تماسهایی با بین اردوغان و دربار با شخص محمد سلمان، بعد با نماینده ملک سلمان صحبت شد و اطلاعاتی مبادله شد. در هر حال هر بحرانی که یک دفعه راه نمیفته اینقدر گسترده باشه و اینقدر دامنه وسیع پیدا کنه، هر بحرانی باید بشه ازش استفاده کرد، هر بحرانی رو باید بشه معامله کرد، قیمت داره، باید سرش توافق کرد. بر سر پرونده و بحران قتل فجیع آقای جمال قاشقچی که از قضا با اره برقی کشته شدن هم در هر حال بر سر قیمت باید که توافق کرد و آقای اردوغان هم همینطوری بیهوده این بحران رو دامن نمیزنه. من احساس میکنم که سعودی ها تا جایی که ببخشید ترک ها و اردوغان تا جایی که امکان داشت این بحران رو گسترده کردن تا و در واقع در ویترین گذاشتن تا همه ببینن، تا قیمتش رو برای سعودی ها بالا ببرن. وقتی که این بحران به اندازه کافی گسترش پیدا کرد، بعد میشه سر قیمت چانه‌زنی کرد. به نظر میرسه که سعودی ها و اردوغان بر سر اینکه خب حالا این اتفاق افتاد، حالا چیکار کنیم که مسئله به اتمام برسه، یا چیکار کنیم که قائله در واقع از این بیشتر گسترش پیدا نکنه، دارند به نتایجی میرسن. بعد بر سر اینکه آیا جنازه آقای قاشقچی پیدا بشه یا نشه، بعد میشه گفت که واقعا چه قیمتی رو سعودی ها باید بپردازن. من اعتقاد دارم که این آقای ولیعهد جوان و خیلی افراطی عربستان سعودی حتما کوتاه اومده. این عبارتی گفته که تا من هستم، تا پادشاه هست، تا اردوغان هست، این نشون میده ایشون واقعا کوتاه اومده. اما گام های بعدی جزئیات بیشتری رو مشخص میکنه. ارزیابی من اینه که فکر میکنید وسط دعوا نمیشه نرخ تعیین کرد، ولی اگر بخواد مصالحه صورت بگیره، با توجه به اینکه خودتون اشاره کردید یک نوع دعوای رهبری بین عربستان سعودی و همینطور وارثان خلافت عثمانی در جریان هست، این دعوا یا این قیمت و این مصالحه سر چی میتونه باشه؟ سر رهبری جهان اسلام، جهان اسلام در میان سنی ها میتونه باشه، یک نوع مصالحه سیاسی دیگه میتونه در منطقه صورت بگیره، میتونه مسئله مالی و اقتصادی باشه، چی میتونه در نهایت مطرح باشه؟ همین اینها باشه و میتواند هیچ کدوم از اینها نباشه. مسئله رهبری جهان اسلام یه چیزی نیست که شما از روی این میز بردارید و روی یک میز دیگه بگذارید. در هر حال پرستیجی که سعودی ها، پرستیجی که ترک ها، یعنی در واقع امپراتوری سابق یا مالکان سابق حرمین شریفین، پرستیجی که در این قضیه پیدا کردن به قدری مهمه که در واقع ترکیه از این به بعد در تمام معادلات منطقه میتونه با دست بالاتر و از موضع بالاتری وارد مذاکره بشه. همین الان ائتلاف عربستان سعودی ائتلافیه که در واقع ترکان رو به شدت ضعیف کردن. مواضعی که سعودی ها علیه قطر داشتن، این مواضع به شدت دنده هاش ثابته شده. در واقع مواضعی که اخوان داشتن و اسلامگراها داشتن و پوزیشنی که آقای اردوغان گرفته، به شدت این موازه بالا اومده. اینها یک کامبینیشن و یک مجموعه که موضع برایند موضع ترک ها رو در منطقه میبره بالا و برایند موضع سعودی ها رو به شدت پایین میاره. آقای صدزاده، اگر فرض بکنیم که اینها تأثیری بگذاره بر روی وضعیت محمد بن سلمان، اثرش در سیاست خارجی آقای سلمان چه خواهد بود؟ مثلا ممکنه که توانایی اون رو در یمن یا مثلا در روابط خودش با قطر، همونطور که خانم روستایی اشاره کردند، یا در روابطش با جهان غرب دوچار مشکل بکنه؟ الان هم دوچار مشکل هست. یعنی در حقیقت ایشون تمام قدرت موجود در عربستان رو در شخص خودش متمرکز کرده. ایشون وزیر دفاع هست، ایشون تمام اقتصاد نفتی دستشه، ایشون رئیس به اسلام اون کمیسیونی است که بایستی با فساد مبارزه بکنه، یعنی حاکم بلا منازع کشور هست و صدای هیچ مخالفی هم نمیپذیره. این رو کسانی میگن که از نزدیک آشنا هستن. خیلی آدم به اصلاح یکدنده، لجوج و اصولا نمیپذیره، مخالفین رو نمیپذیره، به هیچ وجه صدای مخالفین رو نمیپذیره و اگر هم مشاوره میخواد
فقط مشاورین خارجی میخواد. صحبت از این است که حدود 200 تا شرکت مشاوره دهی اروپایی و آمریکایی برای ایشون مشغولن و این تصویری که شما اول برنامه از ایشون مطرح کردید به عنوان مرد رفرمیست فلان اینا تصویرهایی است که کمپانی های تبلیغاتی برای ایشون خیلی با موفقیت تهیه کردن. من یه وقتی لندن بودم دیدم حتی ماشین های دو طبقه لندن هم پر از عکس ایشون هست و ایشون رو به عنوان مرد آینده دنیا مطرح کردن، ولی اینجور نیست و ما در برابر یک مسئله بسیار بزرگتری قرار داریم. ما با یک جوان بی تجربه 33 ساله‌ای روبرو هستیم که ایشون از جهان اطلاع اونجوری نداره. آقای سبزاده، ما در دام این تبلیغات نیفتادیم، ما گفتیم که هر دوتاش رو تصویر میکنن. ادامه بدید. نه، من خواستم این رو بگم که برخلاف شاهزاده های دیگر عرب که اغلب انگلیسی، همین آقای عادل الجبیر که اغلب انگلیسی رو خوب صحبت میکنن، در آکادمی های بیرون تحصیل کردن و اطلاعاتی به اندازه کافی دارن، آقای محمد بن سلمان اون اطلاعات رو از جهان خارج به اون صورت نداره و الا اگر ایشون پشت این داستان باشه دستور چنین کاری رو به این وضع نمیداد که در کنسولگری اتفاق بیفته. بنابراین پیشگویی این که در آینده چه خواهد اتفاق افتاد پیشگویی سختی است، پاسخش نمیشه داد. ایشون صاحب یک قدرت بسیار بزرگی است در عربستان سعودی و ممکن است به هر کاری دست بزنه، یعنی همونجور که رفت و جنگ یمن رو شروع کرد ممکنه یک باره برای انحراف افکار عمومی وارد یک مناقشه بزرگ با ایران بشه. همه چیز ممکن هست برای اینکه ایشون هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی در پی استحکام به اصطلاح پایه های قدرتش. پس شما باور نمی کنید که محمد بن سلمان وقتی گفت که دیگه چنین چیزهای تکرار نمیشه اظهار نظری صادقانه باشه؟ این فعلا در تحت فشار افکار عمومی جهان رو این رو گفته و در حقیقت پاسخی است با آقای ترامپ و کسانی که بهش انتقاد میکنن. مثلا دیشب آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه تلفن کرده با آقای بن سلمان و من غیر مستقیم، یعنی به پدر ایشون، و من غیر مستقیم گفته این مسائل اصلا برای ما قابل قبول نیست و اینها نباید تکرار بشه. و حتی من غیر مستقیم فروش اسلحه فرانسوی به عربستان رو مورد سوال قرار داده، نگفته که قطع میکنیم، ولی به هر حال این فشارها از خارج، از خانم مرکل، آقای مکرون، حتی انگلستان، ترامپ به ایشون وارد است که با این چهره‌ای که شما از خودت ساختی ما نمیتوانیم شما رو به عنوان یک به اصطلاح متحد استراتژیک خودمون در منطقه مطرح بکنیم. حالا اینکه در آینده این جوان بی تجربه به این حرفا گوش خواهد داد یا نه، اینو آینده ثابت خواهد کرد. ولی معمولا آدم ها وقتی صاحب چنین قدرتی میشن یه مقدار هم به اصطلاح توهم بهشون دست میده. آقای نوری‌زاده، در هر صورت یک مخالف منتقد، یک روزنامه نگار به شکلی فجیع کشته شده، تا اینجا تقریبا همه مطمئن هستن. الان دادستانی عربستان سعودی هم میگه که قتل عمد بوده. آیا صرف نظر از این که حالا چه اتفاقی افتاده میتونه به معنای این باشه که دیگه کسی جرأت نکنه از عربستان سعودی به عنوان یک آدم اصلاح طلب، به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک روشن فکر که با محمد بن سلمان یا خاندان سعودی مخالفت بکنه؟ ببینید یه مثال ساده براتون بزنم. دکتر سعد الفقیه، آقای محمد مسعری، سالهاست اینا در لندن هم. تلویزیون هم دارن علی سعودی، به شدت هم آل سعود رو میزنن، یعنی در حد خیلی بد. یه نفر دیگه هست برنامه کمدی داره، اصلا آدم میبینه واقعا میگه چقدر زشته. مثلا مدل بعد اتفاقا میلیون ها نفر هم طرفدار داره، فالوور داره توی شبکه میبیننش تویتر. نه آدم فرستادن بکشنش نه بدوزنش. مورد جمال خاشقچی واقعا یه استثناست، یعنی اینا این کاره نبودن، برای همینم بلد نیستن گند زدن. اگر بلد بودن خیلی قشنگ دستورشون رو میشستن، هیچ کاری هم نشون میگفتن، دعوای داخلی بود. بنابراین در این مورد خاص من هنوز نمیدونم این چه تصمیمی بوده. در رأس کسایی که این کار کردن جنرال اسیری رو گذاشتن. این جنرال سخنگوی ارتش سعودی در یمن بود، بعد به خاطر موفقیتاش اومدن و کردنش معاون سازمان اطلاعات. عربستان چند سازمان داره، یکی استخبارات که کار بین المللی و غیره و غیره میکنه، امن الوطنی که کارهای داخلی میکنه. آقای اسیری 15 نفر رو جور کرده فرستاده. چیزی که بهش خواسته بودن ازش این که وردار جمالو بیار.
اینه که میگن ترک ها مدرکی دارن، یگانه مدرکی که ترک ها احتمالاً دارن مکالمه محمد بن سلمان با جماله، احتمالاً اینو فقط دارن که او ازش میخواد برگرده. جمال 1.85 قدش بود، 130 کیلو وزنش بود، چیزی نبود که مثل یه مش بزنی بکشیش. درگیر شده به طور قطع، پسرش هم همینو اعتقاد داره. حالا الان یه عده محاکمه خواهند شد، احتمالاً حکم قصاص براشون صادر میشه و به احتمال زیاد خاندان جمال از خونشون میگذرن، یعنی این رسمه دیگه، حالا چیزی داده میشه چیزی گرفته میشه من نمیدونم، ولی میگذرن. ولی این پرونده چیزی نیست که بشه روش سرپوش گذاشت. الان صحبت از اینه که سازمان استخبارات سعودی بازسازی بشه، به کلی زیر رو بشه، آدمای دیگری بیان. همیشه در رأس این سازمان یه شاهزاده بود. از زمانی که بن سلمان اومد شاهزاده ها کنار رفتن، عملا یک جنرال اومد اونجا نشست، جنرال ارتشی که قبلا هم تو امنیت بود، دوباره یه شاهزاده برمیگرده. چون شاهزاده ها تعاملشون یه خود شاید بهتر بود، نمیدونم، ولی این ماجرا تا ابد سایه خواهد انداخت. صحیح. محمد بن سلمان حتی اگر از این ماجرا هم بیرون بیاد، این داستان که یک روزنامه‌نگار برجسته به خاطر مخالفت به اون وضع از بین رفت، این سایه میندازه. آقای نورزاده، خیلی از کسانی که میگن قتل برنامه ریزی شده بود، یک دلیلی که میارن اینه که میگن یک دکتری که کارش کالبد شکافی بوده هم اعزام شده به محل. با این وضع شما چطور میگید که احتمالاً میخواستن اونو بدزدن؟ ببینید، دکتری که شما دارید میگید نزدیکترین دوست جمال بوده در لندن وقتی با همینجا کار میکردن و گفتن او رو برای این فرستادن که دوستش بوده باشه. من نمیدونم اون پشت چه اتفاقی افتاده، ولی ظاهر قضیه که نشون داده میشه اینه که قصد کشتن جمال رو نداشتن. چرا که در ترکیه شما با $1000 به راحتی، هم چچن از آلبانیایی از دیگران هستن، مثل آب خوردن. سعید کریمیان چجوری کشته شد؟ مثل آب خوردن میشه آدم کشت. اینه که ببرن طرف رو تو سفارت و اونجا این کار رو بکنن، تو کنسولگری، این از یک بلاهتی است که آدم نمیتونه توجیه کنه. در مورد ملیت‌های مختلف صحبت نمی‌کنیم، آدم بد و خوب در میان همه نوع مردم پیدا میشه. بر صورت خانم روستایی، شما اشاره کردید به اینکه خب آثار عمیقی میگذره. با این وصف تکلیف اصلاحات در عربستان از نظر شما چی میشه؟ ببینید، سیستم ایران و عربستان سعودی به شدت شبیه همدیگه هست، یعنی دو تا جریان بسیار قدرتمند اسلامگرای زبان نفهم متحجر عقب افتاده در مقابل یک جریان طیف اصلاح طلب تحصیل کرده مدرن و رو به پیش. این دو تا، این چالش کپی همون چالشی که ما در ایران داریم و در واقع هر دو طیف به شدت قدرتمند هستند. در عربستان سعودی نمیشه اسلامگراها رو حذف کرد، همونطور که نمیشه اصلاح طلبان رو حذف کرد. خب ببخشید خانم روسایی، وقت محمد بن سلمان نماینده کدوم طیفه در عربستان؟ بی تردید نماینده جریان اصلاح طلب هست، چون ما نمیتونیم بگیم تو جریان اسلامگراها هست، توی جریان مثلا اونایی که با اخوان تمایل دارن، بی تردید در جریان اصلاح طلبان بسیار قدرتمند هستن. ببینید، اینها درباری هستن، همشون میلیاردرن، تمام اینها در دانشگاه های آمریکا تحصیل کردن، هنوز که هنوز اینها فوتبال های آمریکایی رو پیگیری میکنن، موزیک آمریکایی گوش میکنن، یعنی در واقع اینها عملا در آمریکا زندگی میکنن اما در کاخهای جده، مکه و مدینه هستن. این ترکیب و این کامبینیشن رو اگر شما بهش توجه بکنید بعد متوجه میشید که این ترکیب بسیار عجیب و غریبی. اما اون طیف از اصلاح طلبانی که میخوان در هر حال عربستان از ثروتش و از نفوذش استفاده بکنه، درگیری های داخلی هم دارن که در واقع باعث میشه که توان اینها کاهش پیدا کنه. من فکر نمی کنم که عربستان برگرده به یک دوران اسلامگرایی یا بتونه برگرده عقب، اما مجبور به هر ترتیب هست، به هر ترتیبی که هست، با شمایل جدید دنیا یک دورهای کنار بیاد، روند اصلاحات رو مجبورن ادامه بدن، اما در این حال یک جورهایی با
جریان اسلامگرایی هم یک طوری کنار میاد. ما در جریان پرونده جمال خاشقچی با یک فقدان اطلاعات مواجهیم. بیشترین اطلاعاتی که ما داریم، مغز همه ما تحت تاثیر این قرار گرفته که ایشون با اره برقی تکه تکه شده، یا مثلا اون شوخی هایی که شده آقای جو بایدن گفته آدم وقتی که با مخالفش میره ملاقات بذاره که اره برقی با خودش نمیذاره. بیشتر از هر چیز ذهن آدم ها درگیر این شده طی این دو هفته، اما هنوز قطعاتی از اطلاعات کم داریم برای ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چه انگیزه این تیم آقای ملک سلمان رو، این آقای محمد بن سلمان رو وادار کرد که کاملا سازماندهی شده و من اعتقاد دارم نه تصادفی تصمیم بگیرن که این آقای جمال قاشقچی رو که میدونستن ایشون یک کاش در واشنگتن پست، یعنی آدم ارزونی نیست یا آدم راحتی نیست، که تصمیم بگیرن اینچنین این آدم رو از سر راه بردارن. من نمیدونم، شاید ارتباطاتی با اسلامگراها یا ارتباطات خاصی داشت این آقای جمال قاشقچی که بعداً مشخص میشه که اینها در واقع تیم اصلاح طلب، تیم درباری های قدرتمند اصلاح طلب رو که رهبریش در دست این آقای محمد بن سلمان هست، اینها رو وادار کرده که این چنین لخت و وحشیانه برخورد کنند. من فکر میکنم باید منتظر اخبار تکمیلی از اتفاقات پشت پرده باشیم. آقای سجاده شما چی فکر میکنید؟ اصلاحاتی که محمد بن سلمان شروع کرده بود ماسکی از اصلاحات بود، یک نقاب بود، یا اصلاحات ساختاری؟ من فکر کنم اصلاحات اقتصادی، اصلاحاتی که تصمیم داره انجام بده، یه مقدار جدیت توش هست، و الا این همه کمپانی های بزرگ جهان از جمله مثلا زیمنس آلمان و شرکت های بزرگ فرانسوی و آمریکایی در شرکت نمی کردن و این دو روزی که الان در اونجا بودن صحبت از 60 میلیون قراردادی است که همین دو روز 60 میلیارد قراردادی است که این دو روز امضا کردن، صحبت از 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است. من فکر می‌کنم این برنامه‌های اقتصادی رو که داره اگه دنبالش بگیره ادامه پیدا می‌کنه. اینو اسمش می‌ذاریم رفرم اقتصادی، اسمش رو این می‌ذاریم اصلاح طلبی اقتصادی، چون میگه که ما می‌خوایم وابستگیمون به نفت کم بکنیم. ولی اینکه اصلاحات سیاسی تا چه حد میره، من امید چندانی به شخص بن سلمان ندارم. حتی وقتی کارنامه این چند ماه اخیرش رو نگاه می‌کنم که چه کار کرد با یمن، چه کار کرد با آقای حریری، چه کار کرد با شاهزادگان نزدیک به خودش، و این آخرینش هم قتل آقای خاشقچی بود، من فکر نمی‌کنم این آدم حاضر باشه رفرم‌های سیاسی بپذیره. صحیح. خب در مورد همین فرمایش شما آقای سجاده، ببخشید تفتون قطع می‌کنم، مگه میشه اصلاحات اقتصادی کرد و چشم رو بر اصلاحات سیاسی و اجتماعی بست؟ این سوال یک میلیونی شما هست. سوالی است که میگن خیلی از دیکتاتورها که به اصطلاح سعی کردن به مدرنیته برسن ولی اصلاحات نکردن شکست خوردن، بعضی حتی انقلاب ایران رو هم ناشی از همین میدونن. بنابراین این پاسخی است که آینده خواهد داد. پس از اینکه این اصلاحات اقتصادی انجام گرفت و این اصلاحات اقتصادی تحولات سیاسی مربوط به خودش به دنبال خواهد داشت و ایشون قادر نخواهد بود پاسخ بده، اون وقت به یک بحران جدیدی وارد میشیم. ولی این مسئله است که 10 سال دیگر اتفاق خواهد افتاد. ولی من از شخص بن سلمان انتظار، با توجه به تجربه‌ای که در این چند ماه از اون دیدم، انتظار این رو ندارم که ایشون فرمانده اصلاحات سیاسی و حتی اجتماعی در عربستان سعودی باشه. دست به کارهای به اصطلاح نمایشی خواهد زد. همین الان زنان که خواهان به اصطلاح رانندگی هستند و مبارزه کردن برای این در زندان هستند، با اینکه اجازه داده زنان رانندگی. آقای نوروزاده، یعنی شما چی فکر میکنید؟ امیدی نباید این قول و قرارهای رفرمیستیشون بست. دو نظریه اصولا در طول این سالها ما باش روبرو بودیم. آیا اول دموکراسی بعد پیشرفت، یا اول پیشرفت بعد دموکراسی؟ دو نسخه چینی و هندی هم جلومون هست. شاه ایران شاید اولین نفری بود که گمان میکرد با پیشرفت اقتصادی پیشرفت سیاسی حاصل خواهد شد به مرور. مردم آگاه میشن، دانشگاه میرن، جامعه وضع مالیش بهتر میشه، به مرور میرسه. و حالا به دموکراسی هم فکر میکرد؟ حالا شاید او فکر نمیکرد، ولی فکر پسرش مرحله سوم آرزوی مشروط خواهان رو تحقق بده. برحال او نظراتی داره. این آقای محمد بن سلمان هم بر این باوره که اگه جامعه از نظر اقتصادی مرفه باشه، خوشبخت باشه، آزاد باشه، تو شرایط اجتماعی دموکراسی تحصیل حاصله، کسی دنبالش نمیاد. یعنی فکر میکنه
دیسکوی سعودی باشه و کنسرتی باشه و بعد دریا مردم بتونن برن و خارج برن پولدار بشن غیره، زیاد فکر آزادی رو نمیکنن، که اشتباه البته. به هر حال مردم دنبالش. هر کسی به نظر من یک زمان و جایگاهی داره. محمد بن سلمان یک زمانی داشت، موفق شد جامعه تحول ایجاد کنه. اگه زنانی اهل رانندگی در زندانن، نه به خاطر رانندگی، به خاطر اینکه اونا فقط به رانندگی اکتفا نمیکنن، میگن ما باید در جامعه نقش اساسی تری داشته باشیم. من فکر میکنم فعلا چون رقیبی نداره بمونه و ادامه پیدا کنه، بستگی داره ملک سلمان کی از صحنه خارج میشه. اگه فردا ملک سلمان از صحنه خارج بشه، محمد بن سلمان مشکلات اساسی خواهد داشت. اما اگر 4 سال دیگه بره، در این 4 سالی موفق خواهد شد ترمیم بکنه این ضربه ای رو که خورده و زمینه رو برای بعدی آماده بکنه. برای عموها خیلی پیرن، عموهاش نمیتونن خطری براش باشن، اما پسر عموهای گردن کلوف و قدرتمندی داره، باید فکر اونا رو بکنه یا شریکشون کنه. ببینید محمد بن نایف رو برداشت، اما پسر دیگر نایف رو آورد وزیر کشور کرد. یعنی یک بالانس ایجاد کرد که از اون خاندان نخوره، یا سلطان رو، خالد رو کنار گذاشت، اما پسر خالد رو اومد استاندار کرد. یعنی منظورم اینه نوعی اینا رو راضی نگرد داشت در نواهاشون، در فرزند پسراشون. آیا موفق خواهد شد؟ باز اینم یه سوال 1,264,000 دلاری قدیم، 1,000,000 دلاری فعلی است. باید منتظر بود این بحران رو چطور پشت سر میگذاره و چگونه از یمن خارج میشه. بحران داخلی. خانم روستایی، اگر در عربستان بخواد اصلاحاتی شکل بگیره، وجهه خارجی هم خیلی مهمه. باید مثلا متحدان آمریکا بهش کمک، متحدان عربستان بهش کمک بکنن. با این اتفاقهایی که افتاده چقدر دست اروپا بازه، چقدر دست آمریکا بازه که یک مشارکت فعالانه بکنن در اصلاحات در عربستان؟ من فکر میکنم پاسخ به این سوال خیلی دشواره، چون ضربه ای که عربستان سعودی خورده به قدری شدیده که من فکر میکنم چند سال طول میکشه تا عربستان بتونه خودش رو ترمیم بکنه. در هر حال یک امیدی در عربستان با سرعت زیر خاک رفت. همه فکر میکردن که این آقای ولیعهد جوان و با اقداماتی که داشت، مثلا براق‌ترین بخشش مثلا رانندگی برای زنان بود، فکر میکردن این وسیله‌ای باشه یا مجرایی باشه برای که جامعه عربستان باز بشه یا مثلا از مسیر پیشرفت خیلی زودتر به دموکراسی برسه. اما این اتفاق که افتاد حاکی از اینه که روابط در عربستان پیچیده‌تر از این حرف هاست که خیلی زود بتواند به دموکراسی منجر بشود. من فکر نمی‌کنم که کشورهای اروپایی یا آمریکایی از طریق مثلا فشارها یا رهنمود یا راهکار بتونن کمک کنن که فضای عربستان سعودی بازتر بشه، مگر اینکه در واقع یک اقدامات حقوقی انجام بشه، مثلا در یک دادگاه‌های علی عربستان یک اقداماتی صورتی که سعودی‌ها با توافق مجبور بشن یک کمی فضای سیاسی رو باز کنن. ولی من اعتقاد دارم باز هم همین اتفاق نمیتواند بیفته. سعودی‌ها یک جورهایی مثل همون اتفاق ضرب المثلی که در مورد سعودی ها میشه زد، همون ضرب المثلی که میشه در مورد طیف روحانیون ایران به کار برده شد و اون اینی که گفته شد که انقلاب ایران یا در واقع مثل تیری بود که از عصر حجر به قلب قرن 20 شلیک شد. سعودی ها هم اقداماتی که دارن میکنن عین تیری که از قلب عصر حجر قراره به قرن 20 شلیک، قرن 21 شلیک بشه. در نتیجه خیلی مشکله در مورد اینکه چه اتفاقی در عربستان سعودی میفته پیش بینی کرد. کما اینکه این اتفاق هم همونطوری که شما دیدید عجیب بود، رفتار محمد بن سلمان بسیار عجیب بود و فکر میکنم که حداقل میشه بر روی یک مسئله توافق داشت و اون اینه که خیلی از امیدها در عربستان سعودی برای بهتر شدن اوضاع، این امیدها بخشیش ناامید خواهند شد به دلیل اینکه سوختن محمد بن سلمان عملا عربستان سعودی رو برای مدتی در لاک فرو خواهد برد تا بتونه خودش رو ترمیم کنه. چند سالی رو من فکر میکنم سعودی ها از دست دادند. و آقای صدزاده، خانم روستایی اشاره خوبی کردن، شما هم البته راجع به رابطه آمریکا و عربستان سعودی زیر سایه این بحران صحبت کردید. الان بعضیا میگن که تنها تکیه‌گاهی که محمد بن سلمان میتونه داشته باشه آقای ترامپ در کاخ سفید.
آقای ترامپ هم پنهان نکرده که نگاهش به ثروت عربستان سعودی هست، هر از گاهی مسئله قراردادها رو پیش کشیده. اگر آقای ترامپ کمکی کرده باشه و بخواد بکنه در این زمینه به محمد بن سلمان، در عوض چی میخواد و چقدر دستش بازه در رابطه بین عربستان سعودی و آمریکا؟ ازش میخواد که دیگه دست به این کارهایی که تا به حال زده، کارهای دیوانگی که تا به حال زده نزده، یه مقدار به اصطلاح کجدار و مریض راه بره. خیلی مقدار هم باید واقع بین باشیم، حتی اروپایی ها، نکن آقای ترامپ، آقای اروپایی ها هم مایل هستن که روابطشون به عربستان سعودی برقرار بشه، مایل هستن اسلحه هاشون رو بفروشن به عربستان سعودی، مایل هستن حتی از عربستان سعودی علیه ایران استفاده کنن و بعدشون هم نمیاد. هم خانم مرکل، هم آقای مکرون، هم انگلستان، هم آقای ترامپ، بعدشون نمیاد که رفته رفته این مسئله به فراموشی سپرده بشه و زیاد به اصطلاح دیگه درباره صحبت نشه، چون به هر حال اینها به این روابط اقتصادی علاقه مند هستن. ولی دو تا چیز نامعلوم وجود داره. مسئله اول این که از شخص خود آقای بن سلمان که چقدر به اصطلاح سعی میکنه آرام آرام تر بره و دست به چنین کارهای دیگه نزنه. دوم مسئله‌ای که وجود داره، مسئله واشنگتن پست و نیویورک تایمز، مسئله افکار عمومی آمریکاست. یعنی آقای ترامپ تنها نیست، در این حال شما با یک جریان اجتماعی در آمریکا روبرو هستید که با این سیاست آقای ترامپ مخالفه و من فکر می‌کنم که هنوز قدرت روزنامه‌های مثل واشنگتن پست به اون اندازه هست که هر روزی یک چیز جدیدی بیارن بیرون روزنامه‌نگاراش و نگذارن این مسئله کاملا به فراموش سپرده بشه. این دوتا مسئله رو باید در نظر بگیریم. ولی سیاستمداران اروپا و آمریکا بیمیل نیستن، تعارف نداشته باشیم، بیمیل نیستن که دیر یا زود این مسئله به فراموشی سپرده بشه، چون یک بحران بزرگتر دیگری در خاورمیانه رو نمیتونن تحمل بکنن در کنار جنگ سوریه و ناآرامی عراق و مشکلاتی که با ایران دارن و جنگ یمن و غیره. حالا عربستان سعودی هم از هم بپاشه. شما اگر وزیر امور خارجه انگلستان بودید میگفتید من نمیخوام که عربستان از هم بپاشه، و فعلا کسی هم نیست که عربستان رو اداره کنه جز آقای محمد بن سلمان. بنابراین مصلحت فرض کنید انگلستان یا آلمان ایجاب میکرد که دیر یا زود این مسئله هم علارغم تمام خشونتش به فراموشی سپرده بشه. ولی همونطور که گفتم دو تا عامل هست، این که خود آقای بن سلمان چقدر دیگه عاقلانه عمل میکنه، دو این که آیا اون جریان های اجتماعی که در غرب هستند و مایل هستند حقوق بشر و روزنامه های مقتدری مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز اونها هم ساکت خواهند شد یا نه. متشکرم از علی صدرزاده، فرزانه روستایی و علیرضا نوریزاده اینجا در استودیو با ما، و ممنونم از شما که این برنامه رو دیدید و تا اینجا با ما همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس، آدرس ما هست bbcpersian.com/2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه که شناسه توییتر ما هست @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس، آدرس ما در فیسبوک facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظر خودتون رو درباره برنامه امشب برای ما بنویسید. یادآوری میکنم که همه برنامه‌های صفحه 2 در فیسبوک ما آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش.